بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برادران وخواهران بسیار عزیز آیتی که خدمت شما قرائت شد از سوره فتح است آخرین آیتی که از سوره فتح است خداوند می فرماید که محمد رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسول خداوند است و الذین معه آن کسانی که با او بودند و با او هستند اشداء علی الکفار آنها بسیار سخیر هستند در مقابل مشرکین و غیر مسلمین رحماء بینهم آنها با رحم هستند در بینشان تراهم رکعاً سجداً آنها را می‌بینی که در حال رکوع و سجود هستند در درگاه خالق متعال نیاز می‌کنند یبتغون فضلاً من الله و رضوانا و آنها طلب می‌کنند از خداوند فضلش را و رضوان و رضایت خداوند را سیماهم فی وجوههم من اثر سجود وقتی که روح‌هایشان را تو می‌بینی می‌بینی که اثر سجده در روح‌هایشان هست ذالک که مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل همین مثلی که برای شما ذکر شد این مثال‌هایش در تورات و در انجیل هم ذکر شده این ما وقت تمثیل می‌کند خداوند بزرگ که زرع اخرج شطأه یعنی مفهومش ایست که مانند حدیث که یک دانه را شما زمانی که در زمین می‌کارید آن جواله می‌زند و بعداً ساقه پیدا می کند
و بعدا کلان می شود و درخت می شود و میوه سازد. و در آن حالت می بینیم که اشخاصی که با فهم و درایت هستند آنها تعجب می کنند که از یک دانه چه قسم خداوند بزرگ این قسم یک درخت و یک میوه را آفریده است. و بعدا باعث تعجب کسایی که قدرت خداوند را می بینند می گردند. و در آخر می فرماید که خداوند برای کسایی که عمل نیکو انجام می دهند برایشان وعده کرده است. وعده چی؟ وعده مغفرت و اجر عظیم و اجر بزرگ است. در این آیاتی که خدمت شما قرائت شد، اول خداوند می فرماید محمد رسول الله و الذین معه، در حقیقت کسایی که با پیغمبر بودند و با پیغمبر اینها و رفتار و پیروی پیغمبر را هم حال هم می کنند. کسایی که با پیغمبر بودند کی بودند؟ صحابه پیغمبر بودند. کسایی بودند که در همه حالات به حضور پیغمبر حاضر بودند، اصحابشان است. تعریف اصحاب در اینجا ذکر شده است. و بعد از اون می فرماید در حقیقت بعضی از مفسرین از اینجا اشاراتی در خود در شأن خلفای راشدین هم می کنند. در این به این منظور که وقتی خداوند می فرماید که محمد رسول الله و الذین معه، آن کسانی که با پیغمبر بودند همیشه در رفاقت، در تنهایی، در روزهای بسیار مشکل و مشقت با پیغمبر بودند کی بود؟ حضرت ابوبکر صدیق همیشه با پیغمبر بود. این در اشاره است در خود منقبت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. و در جمله دوم که خداوند می فرماید که اشداء علی الکفار، آن کسایی که در مقابل مشرکین مکه بسیار با شدت بودند و همیشه از پیغمبر مدافعت میکردند، در حقیقت توصیف است، اشاره است بر وصف خلیفه دوم مسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. و بعدا خداوند می فرماید که رحما بینهم، آنها با همدیگر رحم و الفت داشتند و حلم داشتند. این در شأن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که خلیفه سوم اسلام است. و بعدا خداوند می فرماید که تمام رکعان سجدن یفتحون فضلا من الله و رضوانا، ایشان را میبینی که آنها در حال رکوع و سجود هستند، یعنی همیشه نماز میخوانند و در درگاه خداوند نیاز میکنند و خود به تواضع رفتار میکنند. این در شأن حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه و رضی الله عنه که خلیفه چهارم مسلمین است. و در اینجا اشاراتی در خود مفسرین میگویم که در حقیقت یک اشاره هم هست برای چهار خلیفه‌ای که بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم آنها جانشین شدند و در حقیقت خلافت همان 30 سال بوده است. و بعدا میفهمید که مشکلاتی در آنجا ایجاد میشود. و هفته گذشته، البته دو هفته قبل، ما درباره منقبت و فضائل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با شما صحبت کردیم، اما امروز به طور روان و به طور بسیار خلاصه درباره حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه که عبارت از خلیفه دوم مسلمین است درباره از او صحبت داریم، درباره فضائل داریم. زمانی که ما و شما کتاب‌های حدیث را مطالعه می‌کنیم، در آخرین قسمت‌های کتب، تمام کتب حدیث، یک باب است یا کتاب است به نام کتاب فضائل الصحابه، یعنی کتاب است که درباره فضیلت‌های صحابه در آنجا ذکر شده است و هر یک از اصحاب نامور ذکر شده. حضرت ابوبکر صدیق فضائلش که فرموده های پیغمبر که در بارش گفته شده او را ذکر کرده در احادیث زیادی، حضرت عمر همچنین و حضرت عثمان و حضرت علی بن ابی طالب و باقی صحابه همچنین به صورت نامور ذکر شده، لیستشان بسیار زیاد است. در اینجا طوری که خود کتب حدیث اینا ذکر می کنند، می‌بینیم که درباره حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمین، آن خلیفه‌ای که در زمانش فتوحات بسیار زیاد رخ داد و دو قدرت بزرگ امپراتوری شرق و غرب که عبارت از فارس بود و روم بود اونها سقوط کرد و الحمدلله با توفیق خداوند و با جهد و جهاد خود حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما و شما مسلمان و مسلمانی رو آوردیم. اگر نه همون فارس، همون مجوسی بود و همون عقاید باطله را هم بعد از اون اونها پیروی می کردن. و الحمدلله که به برکت آن شاگردان پیغمبر که برایشان توصیه کرده بود این سرزمین ها فتح شد و امروز اسلام تا سرزمین ها
های شرق اقصا اندونزیا و فلیپین هم و بس کل دنیا را عالمگیر گرفته است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب برحمته. برادرای نهایت عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت ایزدی باد بر همه. طبق معمول ما شکر خدای بزرگ به جای میاریم که الحمدلله با صحت و سلامت با محبت و صمیمیت هر هفته دور از این میز هستیم و این شکران نعمت دربار الهی را ما همیشه باید یاد کنیم و دوستا و عزیزایی که در بین ما نیستن و یا مریض هستن در حق از اونا دعای رحمت و هم صحت و سلامت میکنیم و برای همگی اعضای محترم تشریف آوردن برای از اونا هم صحت و سلامت و خوشی از بارگاه خداوند میخواییم. البته امروز ما یک استاد بسیار بزرگوار گرامی که هیچ ضرورت به معرفی ندارن، همه میشناسنشان را با خود داریم که موجب افتخار ماستن و خوشحال هستیم که اینا دعوت ما را قبول کردن و اساسا بگویم که عضو ما هم هستن، عضو افتخاری ما هستن. هر وقت به امریکا تشریف آوردن در مجلس ما اشتراک کردن، به سوال های ما جواب دادن و ما البته در دفعات دیگه بیشتر هموطنها را که علاقمند شنیدن گفتارشان بودن دعوت کردیم و اونا فیض بردن، ولی امروز خواستیم که فقط در یک حلقه بسیار خودی خودی یعنی اعضای انجمن باشن تا بتانیم که مستقیما سوالهای داشته باشیم از استاد بپرسیم و در یک گروه کوچکتر مساعدتر از تبادل افکار. از او خاطر اکتفا کردیم به اعضای همیشگی خود، البته یکی دو مهمانی که هم داریم اونا مهمان نیستن برای ما، اونا هم جزء امی انجمن هستن، همیشه یک جای بودن، همیشه آمدن. تشکر میکنم از اونا تشریف آوردن. در روزی که ما اینجا مهمانای داشتیم از افغانستان، وقتی ما برای خداحافظی در دان دروازه بودم، از استاد خواهش کردم که اگر امی خواست ما را قبول کنن روز پنجشنبه تشریف بیارن و بسیار لطف مهربانی کردن با تمام مصروفیتی که دارن، شب و روز دوستار خدا نگیره از ایشان دیدار میکنن، ولی به هر حال بدون چون و چرا دعوت ما را پذیرفتن و ما کمال امتنان دارم از این. و هم جناب افضلی صاحب در تایید از این موضوع هم نقش داشتن. خب البته اونا وظیفه خود انجام دادن که تشکر می‌کنم. در روزی که همی از استاد خواهش کردم به من گفت که من سر چی گپ بزنم،
برای من خود شما این بسیار یک تقاضای دیر است. گفتم شما ضرورت ندارین که آمادگی برای چیزی بگیرین. الحمدلله ذخایر شما اما قدری است که ما از اون میتونیم مستفید شویم. بر صورت باز هم گفتن که چی موضوع. ما گفتم در روز مجلس آمو شما یک تعداد احصایه هایی را در گفتارتان دادین که جهان اسلام رو به وسط گذاشته، تعداد مسلمان ها زیاد شده و حتی احصایه هایی را از کشورهای اروپایی و بعض کشورهای دیگه تذکر دادین که چند فیصد نفوس کشورهای اروپایی مسلمان شده. و هم وقت صحبت از امی بود شما در جوار من ششته بودین، گفتین کسی دیگه هم آقای سیرت اشاره کردن و یا یکی از سخنران ها تعداد مسلمان ها در جهان زیاد شده. ما همینطور هم شنیدم که خب تعداد مسلمان ها زیاد شدن ولی علم و دانش مسلمان ها زیاد نشده. همین یک نقطه بسیار بسیار مهم بود که گفته شد و ما از استاد تقاضا کردم که شاید همگی به این موضوع علاقمند باشن که بفهمن تعداد مسلمان ها زیاد میشه ولی علمشان به مو پیمانه زیاد نمیشه. و سوال که هست ایست که آیا دلیل از این فقط همیست که مسلمان ها بیشتر به علم ادیان توجه کردن و کمتر به علم ابدان؟ و بنابراین میبینیم که خب پیشرفت های چشمگیری که در غرب بوده اینا به وجود آمده و یک وقت بغداد مرکز علم و دانش بود و بسیار علوم از اونجا نشأت کرد، ولی از اون زمان به این زمان همه را اروپایی هاست پیش ما بردن، اروپایی هایی که در اون زمان به شکل باربرها و اینا زندگی میکردن و فاقد دانش کافی بودن، ولی اسلام در اوج پیشرفت های علمی و تحقیقات علمی بود. اما چطور شد که این همه دانش ما به غرب انتقال کرد و خود ما از او مستفید نشد؟ یک بحث بسیار کلی و اساسی است و یا شاید دلیل از این همی نبوده باشه که ما بیشتر به علم ادیان و کمتر به علم ابدان، که علم ابدان را او روز توضیح کرد خود استاد که شامل تمام ساحای حیات است، تمام ساحه از طب و اقتصاد و تکنیک و همه چیزی که با زندگی و ارتباط میگیره شامل همی علم است. به هر حالش آیا ای دلیلش بوده و یا ای که بعضا دلایل دیگه هم برزی موجود است و یک موضوع بسیار اساسی و مهم است برای جهان امروز؟ ما میبینیم که عقاید اسلامی چیزی که در اون روز در گفتار هم بود، مسائل کسانی که از روی مطالعات و عقل گرویده اسلام میشن و کسی که به حساب نقل و تقلید در اسلام مدراین، این هم یک اشاره بسیار مهم در گفتار استاد بود. او کسایی که از نظر دانش و وارد شدن در حقایق اسلامی مدراین، اونا بسیار استوارتر در ایمان خود هستند نظر به کسانی که به حساب تقلیدی شامل میشن و عمق دانش در اسلام را کسب نکردن. اینجا یک باریکی است که او اشخاص که تقلیدی هستن بیشتر به شکل، یعنی با شکلیات اسلام پیش میرن و او کسایی که در عمق اسلام از روی درک خود و آگاهی خود پیرو میشن، اونا باز اسلام را بسیار با وسعت و پهنای بشری و انسانی و تعلیمی و ای که امون کلام الهی است و عمق ازی وجود داره و از موجب رستگاری مردم میشه با او وسط میبینه میشه.
میگم من زیادتر چیز را نمیخوایم بگویم و البته میفهمین همه ما و شما که همین موضوع یکی از موضوعات بسیار حاد جهان اسلام است. من امید میکنم که انشاءالله استاد نظریاتشان بسیار صائب است در این مورد و ما را مستفید بسازن. خب سلام به همه شما. بسیار خوش هستم که شما به صحبتهای ما علاقه گرفتین و هر دفعه که ما آمدیم ما را تشویق کردیم که در محضر شما بزرگا باشم و همراهتان صمیمانه صحبت بکنم. از این نظر ما از همه شما سپاسگزار هستم و یک مسئله که باید خدمت شما عرض بکنم که امور قمی که در صحبت خود در کنفرانس یا عموم عرض کردم، جهان اسلام امروز دچار یک بحران عقیدوی است. یعنی جهان اسلام با وجود که یک تعداد زیادی اروپایی ها و امریکایی ها به طرف اسلام می آین، اما بدبختانه مسلمان ها در درون خود به فرقه های مختلف تقسیم شدن که بعضی وقتا برخورد در بین این فرقه ها از حالت اعتدال می برای به دشمنی می انجامه و اینا یکی دیگه خود کافر و مرتد و این آن می خوانن و این بحران عقیدتی که در دنیای اسلام هست تا حدی به دلیل نفاق خود مسلمان ها هست و تا حد عوامل بیرونی هم در این دخالت داره، و خاطری که اگر این نفاق ناشی از درون مسلمان ها و از عقاید خودشان نباشه خارجی ها در اون دست زده نمیتونن چنان که در صدر اسلام نمیتونستن. بنابراین اساس مشکلات در بین خود مسلمان هاست، منطقه ای که دشمن های اسلام در گذشته های بسیار دور تاریخ اسلام چی کردن و امروز چی میکنن او بحث جداگانه است که ما و شما خود دیدیم یک کمی یک نظر سر تاریخ اسلام خود انداختیم که در تاریخ اسلام چی مشکلات به وجود آمده و چطور مسلمان ها را به فرق گوناگون و در بعضی حالات با هم در تخاصم و برخورد تبدیل کرده. به اجازه شما ما صحبت خود از یک شعر حضرت مولانا شروع میکنم، به خاطر که مولانا در دنیای اسلام یک ارزش به خصوص داره، یعنی یک مسلمان معتدل است که در این زمان با ادیان دیگه همزیستیش قابل تحسین و توجه است. حضرت مولانا در قونیه زندگی میکرد و در قونیه او وقت مسلمان ها هم بودن و عیسوی ها هم بودن و یهودی ها هم بودن، و روزی که مولانا از دنیا رفته بود به دنبال جنازیش عیسوی ها هم روان بودن، یهودی ها هم روان بودن. مسلمان ها خب طب حضرت مولانا را یک مسلمان میدانستن و وقتی که از عیسوی ها پرسیده می شد اونا می گفتن که مولانا، اخلاق مولانا، برخورد مولانا، عطوفت و مهربانی مولانا با دیگران برای ما یک نمونه اخلاق حضرت مسیح بود. و یهودی ها هم می گفتن که امی عظمت مولانا، جدیت مولانا و صحبتی که در مورد حقیقت با بسیار شور و شوق و احساسات می کرد برای ما یادآور کرکتر حضرت موسی بود. مولانا در این شعر، این شعر از این خاطر براتون می خوانم که مولانا در اینجا برای مسلمان ها میگه که نیازمند دیگرا خود نسازن، هر چیزی از درون خودشان بجوشه و از درون خودشان پیدا میشه. لطفا این شعر گوش بگیرین، باز ما صحبت خود ادامه میتم. میگه عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، عارفان را شمع و شاهد نیست
از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلای شدند، عارفان لیلی خیش و دم بدم مجنون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. لنگر از گنج مادون بسته ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونس دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندرین دریا غذای ماهی، پس چو حرفی نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون زی چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم دی ساقی یا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی که گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد زفسون خیش. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خیش. دی منجم گفت دیدم تالی داری تو سعد، گفتمش آری ولیک از ماه روز افزون خیش. بنابراین مسلمان ها تا وقتی که متکی بر خدای خود و بر سعی و عمل خود بودن، از همه مستغنی بودن و یک تمدن عظیم به وجود آوردن. ای تمدن عظیم بی فکر و فلسفه و بی عقل به وجود نمی آید. هیچ کس در هیچ جای تمدن بدون تفکر و بدون تعقل به وجود آورده نمی تواند. و کلام الله مجید همیشه برای مسلمان ها میگه که کسی چیزی برای تان گفت، قل هاتوا برهانکم، بگو دلیل شبیه. بنابراین خداوند و کلام خداوند برای مسلمان ها رای تعقل، تفکر و استدلال باز گذاشته، مگر در موارد بخصوص که در اونجا تفکر، تعقل و استدلال راه به جایی نمیبره. خداوند در آغاز سوره بقره از یؤمنون بالغیب میگه، یعنی ایمان آوردن به غیب. این ایمان آوردن به غیب چیزی است که استدلال و تفکر و عقل و فلسفه در این مورد راه به جایی نمیبره. قرن هاست که بشر راجع به عمو مواردی که علمش در اختیار خداوند است و در اختیار بشر نیست بس که در راییست و در این بس به جایی نمیرسه. یکی از این موارد
ذات لاس یعنی ذات خداوند. ما عمیقه میفهمیم که خداوند وجود داره، لیکن ایره نمیفهمیم که چگونه وجود داره. شناسایی ما در مورد خداوند مربوط به همو صفات و اسمایست که خود خداوند برای خود میده. بیرون از او اسما و صفات که خود خداوند برای خود داده، ما در این مورد اضافه تر از این جرو بحث کردن نمیتونیم و اگر جرو بحث کنیم نتیجه ندارد. از اون خاطر است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که ولا تفکرو فی ذات الله و تفکرو فی آلاه الله، یعنی درباره ذات خداوند بحث نکنیم، لیکن درباره نعمت های خداوند که برای شما داده بحث بکنیم. قرآن کریم اسلام به عنوان دین فطرت معرفی میکنه. دین فطرت یعنی دینی که با فطرت انسان هماهنگی داره. پس مسئله اول ایست که ما فطرت انسان رو بشناسیم. فطرت انسان یک ترکیبی از ساخت مادی انسان است با تمام ضرورت‌های انسان. یعنی انسان به صحت بدن خود ضرورت داره، به صحت روح خود ضرورت داره، به یک سلسله نیازمندی ها در زندگی خود وجود داره. این نیازمندی ها را انسان باید بتانه که در حد اعتدال که سنت اسلام از تأمین کده بتانه. بنابراین اگر کسای از حدود امی اعتدال پایین یا بالا سقوط کردن، دین به حسابی که یک سیستم است و این سیستم در اون معالت اعتدال خود موجود است، اگر پایین یا بالا سقوط کرد دوچار یک نوع بحران میشه. بالا رفتنش معنایش ایست که یک تعداد مردم از نعمتهایی که خداوند برشان داده به درجه افراد استفاده میکنن، در استفاده از این نعمتها زیاده روی میکنن و به اساس زیاده روی خود دوچار امراض گوناگون میسازن که ما و شما کل ما ایره میفهمیم که مثلا فشار بالا میره، شکر میآید، یک سلسله مشکلات دیگه میآید و برای ما نشان میده که از حد اعتدال بیرون برآمدیم. و اگر در تفریط بیفته یک تعداد زیاد مردم دچار فقر غذایی میشن، دچار گرسنگی میشن، دچار مصیبت های ناشی است فقر میشن و دوچار مرگ های زودرس از درک فقر و بیچارگی و ایگفای خود میشن. و از امو خاطر وقتی که مثلا حضرت پیغمبر اسلام از این موضوع جلوگیری بکنه، خودش با وجوده که مکه را فتح کرده به قدرتی رسیده که همه چیز برش میسر است، لیکن با امی میگه که الفقر و فخری، فخر ما فقر ماست. چرا این فقر فخر پیغمبر است؟ این فقر دو مفهوم داره. یک مفهوم معنوی فقر است که حضرت خداوند برای ما میگه که ما غنی هستم و شما فقرا هستید. پس هر چیزی که ما داریم ای به صورت امانت خدا پیش ما است، غنی اصلی اوست و ما فقرا هستیم. این یک تعبیرش است. و تعبیر دیگه ایست که حضرت پیغمبر گرفتار بلای جاه و جلال مادی یا جاه و جلال اقتدار نمیشه، به خاطر که جاه و جلال اقتدار یا قدرت خودش کتی خود فساد داره. قدرت برای شما یک سلسله امتیازات میده و شما این امتیازات از خود برای ضرورت
محافظت خود میدانیم. ما در سال 2008 در کابل بودم و در تاکسی در وزارت معارف میرفتم یا با پای میرفتم و برای ما یکی از رؤسای وزارت معارف که ما از درک امنیت تو دچار تشویش هستیم. ما گفتم تشویش ما را هیچ نکنیم، بخاطری که من یک آدم فقیر هستم، برای هیچ کس از من بدی نرسیده و از هیچ کس هم برای ما بدی نرسیده، بنابراین مرا کس کار نداره. من امتیازی ندارم که سبب تحریک حسادت دیگرها شود. یکی و دیگه و تا وقتی که در کوچه و بازار عادی میگردم یک هدف به آسانی در دسترس هستم. او کسایی که بخواین برای کسی صدمه برسانن میگن که سواره گیر که پیاده خود میدان است، همیشه در دسترسی ماست. بنابراین این تشویش نکنید. پس خود سوی استفاده از قدرت سبب یک سلسله امتیازات میشه و رقابت ها را برمی انگیزه و بنابراین یک جدال قدرت در بین قدرتمندا پیدا میشه. این یک جانب است. و دیگه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که او کسی مسلمان کامل نیست که همسایش گشنه خوابیشه. در وقت حضرت پیغمبر تنها تشویش یا فکر همسایه بود، لیکن جهان امروز میگن مثل یک دیکده کوچک. در این دیکده کوچک مسلمان امروز باید در فکر فقر عمومی که بر سر تا سر جهان مستولیست بیندیشه. پس دین فطرت بودن اسلام دعمیست که اسلام هم فکر این دنیا را کرده و هم فکر او دنیا را کرده و کوشش کرده که مسلمان ها در بین خواستهای این دنیا و خواستهای او دنیا یک قسم موازنه یا اعتدال داشته باشن که نه کاملا خود وقف او دنیا بکنن و نه کاملا خود وقف ای دنیا بکنن، بلکه ای دنیا را گفته که پل است برای او دنیای تو. بنابراین اگر این دنیا را شما آباد کرده نتانستین، اگر در این دنیا با مردم نیکویی کرده نتانستین و اگر در این دنیا برای کسی خیرتان نرسید، در اون دنیا فرصتی برای تان میسر نیست که در اونجا کسی نیکی بکنین، چون در اونجا شما هم عاجز هستین مثل دیگه مردم. بنابراین ما میبینیم که حضرت پیامبر اکرم در حالی که پیغمبر خداست و در عین زمان خلیفه خدا بر زمین است، از قدرتی که داره هیچ گونه استفاده به نفع شخص خود نمی کنه و فقیر می مونه. بنابراین سه حادثه مهم در تاریخ اسلام ما دیده میتونیم که این سه حادثه مهم در دنیای اسلام یک سلسله بحران ها را به وجود میاره. حادثه اول از دنیا رفتن خود حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. عربستان یک جامعه قبیلوی بود. این جامعه قبیلوی با یک سلسله تعصبات و تنگ نظری های عجیب و غریب پرورش یافته. در این جامعه رقابت های خانوادگی بود، رقابت های قبیلوی بود و رقابت های دارا و نادار بود و هر گونه تضاد و اختلاف در اینجا وجود داشت. و پیامی که اسلام برشان آورد ای بود که اسلام شما را به برادرها تبدیل کرده، یک مسئله.
و دیگه اسلام فضیلت مربوط به تقوا ساخته. و بنابراین هر کسی که متقی تر است پیش خداوند فاضل تر است، تومار نسب به درد نمی خوره، به خاطری که تومار نسب بالاخره به حضرت آدم میرسه. یک شوخی یادم آمد که میگن که یک سید با یک آدم عادی گفتگوی غالمغالش شد و این سید بسیار قهر شد و صدا کرد که یا محمد، ما فرزند تو هستم، تو ایره در غضب خود گرفتار کن. و او مرد عامی صدا کرد که یا آدم، تو به فریاد ما برس. گفت چی میگی آدم، چرا میخوای؟ گفت خود تو پدر خود صدا کردی، معلوم هم نیست که نسب خود به پیغمبر رسانده میتونی یا نی، لیکن من مسلم است که به نسب من به آدم میرسم، تو که بابی خود میخوایی، من بابی خود صدا پس معنایش نیست که نسب کل انسان ها به حضرت آدم میرسه و نسب از اونجا شروع میشه که همه فرزند آدم هستن. و بعد از او دیگه تومار نسب واس کردن و به حساب نسب یا به حساب قوم یا به حساب زبان یا به حساب اینان افتخار کردن، یک سلسله افتخارات پوچ و بیفاید است. اما به هر صورت وقتی که حضرت پیامبر اکرم از دنیا میره، شما تصورش بکنین که وقتی که حضرت پیامبر اکرم در بستر افتاده و توانایی نداره که در مسجد بره برای مسلمان ها امامت کنه، میگه که حضرت ابوبکر صدیق بگوین که برای مسلمان ها امامت بکنه. شاید بعضی از ما اینطور تصور بکنیم که چون حضرت ابوبکر صدیق خسر حضرت پیامبر است و نزدیک است برش، شاید به دلیل همین نزدیکی گفته باشد، لیکن این دعوت حضرت پیغمبر از ابوبکر صدیق که مسلمان ها را نماز بده مفهوم عمیق‌تر از او داره. و این مفهوم عمیق‌تر شما از اینجا کشف میکنین که وقتی که حضرت عمر برای مسلمان ها نماز بده، پیغمبر میگه نه نه، نمازتانه اعاده بکنین و به امامت ابوبکر صدیق نماز بخونین. چرا؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فهمید که در بین قریش دو قبیله بسیار عمده است که با هم رقابت تاریخی و دراز مدت دارن و به اصطلاح یکی تشنه خون دیگه هستن. یکی بنی هاشم است که خود حضرت پیغمبر هم به بنی هاشم تعلق دارد و او دیگهش بنی عبد المناف است که جد بنی امیه است. این هر دو قبیله بسیار قوی هستند و با هم در رقابت دائمی هستند، لیکن حضرت ابوبکر صدیق به یک قبیله بسیار ضعیف که نامش بنو تیم است به همین قبیله تعلق. بنابراین حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای که از کشمکش در بین مسلمان ها جلوگیری کرده باشد، رقابت همین دو قبیله عمده را در نظر می گیرد و کوشش می کنه که خلیفه مسلمان ها از یک قبیله ضعیف باشد تا مناسبات قبیلوی در اینجا قوی نشود و سبب کشمکش در بین مسلمان ها نشود. بنابراین حضرت ابوبکر صدیق میگه امامت بکن. و ما میبینیم، یعنی به نقل به روایت طبری، که ابو سفیان میایه و برای حضرت علی کرم الله وجهو میگه که شما بی غیرتی نکنین، ما تمام مدینه را پر از سرباز میکنم، پر از لشکر کمربسته میکنم که خلافت در دست حضرت صدیق نمانه و به شما برسد. و حضرت علی میگه که
مقصد تو از این کار فتنه در بین مسلمان هست، من این کار نمی کنم. و از طرف دیگه با وجودی که ما امروز ادعا داریم که مثلا برخی یعنی بعضی از فرقه های مسلمان ها میگن که خلافت یا امامت از حضرت علی کرم الله وجهه توسط شیخین غصب شده، لیکن حضرت پیامبر اکرم قصدن از جانب خود وصیت نمی کنه که کی را خلیفه انتخاب بکنید. چرا؟ به خاطری که وقتی که شما به کلام الله مجید مراجعه بکنین در اوجه گفته میشه که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. در اطیع الله قید نیست، مطلق است، به طور مطلق از خدا اطاعت بکنین. در اطیع الرسول هم قید نیست، به طور مطلق از رسول اطاعت. لیکن در اول الامر قید است، قید منکم است. من یعنی از کم یعنی شما، منکم یعنی اگر از شما باشه او خلیفه. این علی کدام خلیفه میتونه از مسلمان ها باشه که مسلمان ها در مورد او دو صلاحیت داشته باشن؟ به خاطر که به تصریح قرآن وقتی که کلام الله مجید مجید خبر میته برای ما که خداوند برای ملائک گفت که ما در زمین خلیفه انتخاب میکنم. این خلافت خدا بر زمین یک تعبیر عام داره، تمام انسان ها به هر دینی که هستن خلیفه های خدا بر زمین هستن. این تعبیر عام خلافت است، لیکن واضح است که کل اینا خلافت کده نمیتونند. اینا از بین خود باید یک خلیفه برگزینند تا همو قید منکم ثابت شده بتون. و این خلیفه را باید مسلمان ها انتخاب میکدن و این رسم قبول شده در اسلام است و به همین خاطر در او آیه شریفه قید منکم آمده. و اینا اگر پیغمبر اکرم وصیت میکرد که مثلا بعد از ما یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه است، در حقیقت اساس بدترین شیوه دیکتاتوری حکومت در جهان اسلام میماند. این یک مسئله است. و مسئله دومی است که اگر شما همی عقل عادی یعنی شعور عامتانه به کار پرتین، امروز تصورش کده میتونین که مثلا در یکی از کشورهای امریکای لاتین و طور مثال یک معجزه صورت بگیره و کل مردم مسلمان شود. اینا یک کسی را از خانواده پیغمبر از کجا پیدا کنن که برشان خلافت بکنن؟ درست؟ پس اگر ما تصور بکنیم که خلافت در اسلام منحصر به خانواده حضرت علی کرم الله وجهه است، ما در اینجا در میمانیم که پس در امیر قم یک جامعه ما یک عضوی از خانواده حضرت علی کرم الله وجهه از کجا بیاریم که در اینجا خلافت کده بیتونیم؟ پس این تصور یک تصور بیفایده است. و ضمناً یک نقل قول دیگه ما از ابن عاصم کوفی برای شما میخوانم که اتفاقاً ای ابو عاصم کوفی خودش یکی از مورخین شیعی مذهب است، یعنی خودش از اهل تشیع است، لیکن ای یک مسئله را نقل میکنه که او خطابی است که حضرت علی کرم الله وجهه در مرگ حضرت عمر فاروق داده و ای گفایی که حضرت علی در مورد حضرت عمر فاروق میزنه ایره میخوانیم و بعد از او میبینیم که از چی نتیجه بیرون میبرای از این گفا. حضرت علی کرم الله وجهه در اوجه میگه که ای مردمان، این امیر المؤمنین عمر ابن خطاب است که از دنیا رحلت فرمود و به رحمت حق سبحانه رسید. در امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رکن عظیم بود.
میان حق و باطل تفرقه کردی و نکوهش مردمان او را در راه حق تعالی دامنگیر نیامدی، بر مؤمنان رحیم دل بودی، بر مسلمانان شفقت نمودی و بر کافران درشتی و سختی کردی، پناه درویشان و پدر یتیمان و بیوگان بودی، طعام از خیشتن باز گرفتی و به گرسنگان دادی، برهنگان را بپوشاندی، در دنیا زاهد بود و به آخرت راغب و حریص. از امر و نهی خدای تعالی البته فراتر نشدی و هرچی گفتی کردی، گویی که خدای تعالی فرشته بر او فرستاده بود تا او را بر گفتار و کردار راست داشتی. رحمت خدا نثار او باد هم در زندگی و هم در مردگی. ای از ترجمه الفتوح ابن عاصم کوفی است و ابن عاصم کوفی خودش از مورخان شیعه مذهب است. بنابراین ما میبینیم که اصحاب پیغمبر یکی با دیگه اختلاف نداشتند. این هوا و هوس ما مسلمان ها بود که در بین اونا اختلاف ایجاد کرد. چطور در تاریخ اسلام این مصیبت ها سر جهان اسلام آمد؟ بسیار ساده است. دشمنان اسلام از وقت خود حضرت پیغمبر بسیار فعال بودند. مگر عبدالله ابن ابی و دیگه منافقین در بین مسلمان ها فعالیت نمی کردند. به خاطر که هنوز 100 سال از مرگ پیغمبر نگذشته بود که مسلمان ها قبرس هم گرفته بودند، از مدیترانه تیر شده بود. و بنابراین ای بر دنیای یهودیت و دنیای عیسویت و دنیای زردشتیت یک فاجعه بود، یک مصیبت بود. و بنابراین اهداف هر سه گروه در مخالفت با اسلام یکی بود. اینا باید کوشش میکردن که عمق نفوذ مسلمان ها را جلوش بگیرن. و وقتی که شما می خواهید که مثلا از یک نیروی که تازه در تاریخ زاده شده و این رو به جلو روان است و با سرعت روان است و هیچ نیرو در برابرش استاد شده نمی تونه، در درونی باید یک بحران خلق بکنید که این بین خود درگیر شوند و از اهداف بیرونی باز بود. این حادثه اول که گفتیم که از دنیا رفتن خود حضرت پیغمبر اکرم است، کم کم یعنی نطفه های اولی فتنه را در بین مسلمان ها کاشته. حادثه دوم و بسیار غم‌انگیز تاریخ اسلام قتل حضرت عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه. اینطور تصور نکنین که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ای داماد خود که دو تا دختر خود برش داده بود نمی شناخت یا در مورد شناخت نداشت. حضرت عثمان رضی الله عنه علاوه از این که یک مسلمان صادق است، یک حیای عجیب داره. یعنی هر چهار یار پیغمبر نمایندگی کننده از چهار خصلت عمده در اسلام هستند که این چهار خصلت اگر در وجود هر حکومت باشه حکومت سقوط نمی کنه. خصلت اول صدق و صفا و راستی با مردم است و سمبولی ابوبکر صدیق است. و صدق ابوبکر صدیق عزیز میافین که وقتی که مثلا حضرت پیامبر فوت میکنه، در حالی که حضرت عمر که بسیار یعنی شدید بود، بسیار یک نوع عظمت و خشونت داشت، این را تحمل کرده نمیتونه و میگه که هر کس که بگوید که محمد مرده من که شمشیر گردنش میبره. لیکن حضرت ابوبکر صدیق میآید و صادقانه برای مردم میگه که اگر خدا را
پرستش میکنین. خدا حی لا یموت است، خدا هیچ مرگ نداره، هرگز نمیمیره. لکن اگر شما محمد پرستش میکنین، او از دنیا رفت و فوت کرد، بنابراین تصمیمتانه بگیری و برای مردم صادقانه میگه که حضرت پیامبر اکرم از دنیا رفته و ما عالی برای مقابله با مشکلات دنیا اسلام تناستیم، ما باید این کار بکنیم. و بنابراین میبینیم که به حساب عمو فتنه هایی که تخمش کاشته شده بود، ارتداد در بین برخی از مسلمان ها ظهور میکنه، اینا از اسلام میگردن. باز دلیلش دلیل مادی است. این مسلمان هایی که از اسلام میگردن دلیلشان این نیست که مثلا ما نماز نمیخونیم، نماز برای ما مشکل است. یگانه دلیلی است که بگه ما نمیخوایم زکات بدیم، یعنی ما نمیخوایم به نام اسلام می خساره مادی را تحمل بکنیم. و بنابراین حضرت صدیق اکبر با امون نرم دلی که داشت، که همیشه در نماز گریه می گرفته، با قاطعیت در برابر ارتداد می جنگه و اونا را مغلوب می سازه و اسلام دوباره به مسیرش می برده. بنابراین صدق و صفای بین حکومت و رعیت بهترین اصل حکومت کردن سر مسلمان است. اگر امیر جامعه صادق است، اگر تمام مشکلات مردم با صداقت و صراحت که مردم مطرح میکنه و اگر از مردم در مورد اون مشکلات مشوره میخواید، این صدق و صفا رابطه رهبر با رابطه رعیت یک رابطه صمیمی و دوستانه میسازه. صفت دوم که برای حکومت به کار بود، این شما در کرکتر حضرت عمر فاروق میبینید، عدالت. حضرت عمر فاروق تا به حد عدالت داره که وقتی که یک عرب عادی برش میگه که تاشو که پیراهن تو از ما که دراستر است و تو حق ما را غصب کردی، میگه ایره بچه ما جواب میده و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که ما حق خود برای پدر خود دادیم، از او خاطر پیراهن او دراستر است. و یا حضرت عمر فاروق وقتی که با عبدالرحمن ابن عوف در صحرای مدینه در یک غشدی یک بیوزن میره و در پشت خود بر او آرد و روغن و شکر میبره و بر او بیوزن و اولادایش الوا تیار میکنه و بر او میگه که لطفا از حالت خود برای من خبر بدی، اول شکایت تا بره ما برسان و اگه ما به شکایت تو نپرداختم او وقت به خدا رجوع بکن. این نمونه عدالت است و در جامعه که عدالت وجود داشت، در اونجا بی عدالتی سبب سقوط مردم نمیشه. و مسئله سیوم که در کرکتر حضرت عثمان مشخص میبینین، حیا هست. در او جامعه که بی حیایی مسلط شوه، بی حیایی ارزش های اسلامی را همیشه به خطر میبرده. و بنابراین حضرت عثمان از بس که حیا داره، او حیایی که حضرت عثمان داره بعضی وقت اقتداری را که یک خلیفه باید داشته باشه این را بدبختانه صدمه میزن. و خلاصه دشمنایی که در بین مسلمان ها فعالیت کرده رایی هستن و تخم نفاق پاشیده رایی هستن، اینا کوشش میکنن که بین خلیفه و مردم دوری بیفته و این مشکلات کار خودم میکنه. و از اموج است که مثلا بعضی ها تبلیغ میکنن که
خلافت حق حضرت علی کرم الله وجه بودی از او غصب شده و بنابراین کل مشکلات از او درک ناشی شده و مشکلات دیگه به وجود می آید و بالاخره عادثی بسیار مهم یک مکتوب جعلی است.